داشته باشن به عنوان یک انسان از یک حقوق برابر در اصل یک انسان چیز بهره مند بشن. و این که میبینیم که کاملا این مسئله مسئله سیاسیه که متاسفانه تو اون دوره شرایط کنونی برای چانه زنی پشت درهای بسته در استفاده میشه. آقای احمدی، رامین احمدی عزیز، سلام به شما در کنتیکت. سلام عرض میکنم. آقای احمدی نژاد در سخنرانی مختلف که داشتن در شاید بشه گفت پیشا پیش در پاسخ به پرسش آقای عطری صحبت هایی داشتن، از جمله این که ایرانی ها در بهترین شرایط زندگی میکنند و جامعه ایرانی از هر نظر حتی حقوق بشر صحبت ایشون هست و آقای شاهرودی رئیس دستگاه قضایی ایران میتونه الگو باشه برای جهان. تفسیر شما رو بشنویم. اینطور نیست؟ هست؟ چرا؟ میدونید که تو میگن دروغ مالیات نداره. این آقای احمدی نژاد و هیئت حاکمه ایران نمیتونه توضیح بده واقعا این نقض حقوق بشر گسترده و مستمری که از مردم ایران شده توی این حکومت. ببینید پدر و مادر خانم صابری الان به هر دری که میزنن نمیتونن دخترشون رو از توی زندان بیرون بیارن. من میخواستم حالا که اون بحث پیش اومده بود در این حال به شجاعت و شهامت این خانواده تبریک بگم. اینا خبررسانی کردند، وایسادند و گفتند که به دختر ما دروغ گفتند، گفتند بگو جاسوسی ما آزادت میکنیم و حاضر نشدند که سکوت بکنن و دخترشون رو در زندان به این طریق در دست اینها تنها بگذارند. من فکر میکنم که فشارهای بین‌المللی نتیجه خواهد داد، رکسانا آزاد خواهد شد. منتها خیلی جالبه که از یک طرف اینها به لابی خودشون در امریکا میگن که این یک گروه خودسری این کار رو کرده برای اینکه نذاره روابط بین ایران و امریکا عادی بشه و بنابراین لابی اینها در واشنگتن معمولا سر و صدا میکنه تو این روزهای اخیر که بله اصلا نادیده بگیرید این زندانی شدن خانم صابری رو، برای اینکه این فقط توطئه دستراستی ها هست برای اینکه روابط ایران و امریکا کارو میخوان از عادی شدنش و تنش زداییش جلوگیری بکنن. اما از طرف دیگه میبینیم که این مسئله بدون در واقع درگیر شدن بالاترین مقامات امنیتی و در واقع بدون حضور استراتژیست های وزارت اطلاعات غیر ممکنه. همینطوری که خودتون گفتید پرونده ایرانی امریکایی های قبلی هم همینطور بوده، در واقع با نقشه قبلی طراحی شده، اعترافاتی که میخواستن ازشون بگیرن، جوری که میخواستن از این اعترافات استفاده بکنن، اینا همه برنامه ریزی شده است و متاسفانه خانم صابری قربانی این برنامه هست و گروگان در واقع این برنامه است. حقوق مردم ایران رو چپ و راست پایمال میکنن به همین طریق. از در واقع باید بگم میانه روترین ملایمترین در واقع منتقدین نظام گرفته تا کسانی مثل خانم صابری که اصلا کاری به جایی نداشتن، خبرنگار بودن و اصلا کاری به جریانات سیاسی نداشتن، در واقع هدف این نقض حقوق بشر قرار گرفتن. من جدیدترین موردش رو این آقای سعید رضوی فقیه هستش که نامه شکوایش به رئیس قوه قضاییه موجود است و با قول خودش میگه از من دیگه ملایمتر و در چارچوب قانون به اصطلاح فعال کس دیگری واقعا وجود نداشته، هیچ وقت تندروی نکردم. ولی میبینیم نظامی است که واقعا یاغی، نظامی است که حکومت قانون در اونجا وجود نداره و بنابراین فرقی نمیکنه آقای رضوی فقیه باشه یا رکسانا صابری باشه یا فعالین زن یا فعالین کارگری، همه به یک سان سرکوب میشن، حقوقشون نقض میشه و متاسفانه گوشی هم بدهکار نیست. بله، اشاراتی شد به تبعیض بین زنان و مردان، پیروان ادیان مختلف، ادیان و حتی مذاهب اسلامی مثل اهل سنت در ایران که نهادهای بین المللی در گزارش‌های خودشون اشاره دارن، تأکید دارن در مواردی که حقوق پیروان ادیان دیگه نقض میشه در ایران. امروز کنفرانسی